کار انجام بدم کمک میکنه به سیاست گذاری سلامت توی مدارس. در این حال دارم با این کار یک بک‌گراند یا پس زمینه درست میکنم و منطق یا رشنال مطالعه‌مو میگم. یعنی بعد کاملا مخاطب رو توجیه کنم که این کار من کار منطقی است. موضوع بعدی اینه که من بعد بگم مشکلی که من دنبالش هستم در کدوم بازه زمانی اهمیت داشته. این جمله رو ببینید. اینجا میگم تو این بازه زمانی مشکل برای من مهم بوده. تو هفته‌های اخیر مهم بوده. یا برای اینکه مخاطب فکر نکنه مشکل فقط برای چند هفته و چند ماهه، یه جوری ربطش میدم به بیماری سارس، میگم مشکل از دو دهه پیش بوده. یه نکته ای که هست اینه که شما میتونین از این قالب‌ها استفاده کنین و بر اساس یکی از این قالب‌ها یا ترکیب بندی کلمات مقاله خودتون رو بنویسین. که بعد نگاه کنیم با موضع شما کدوم یکی از این قالب‌ها بیشتر تطابق داره. جملات دیگر رو ببینین، میگم مشکل تو ماه‌های اخیر اهمیت بالا داشته. مشکل از آخرین روز سال 2019 اهمیت داشته. مشکل تو هفته‌های اخیر اهمیت داشته. کاملا تاکید می‌کنم به اون عباراتی که مرتبط با زمان هست. نکته مهم اینه که توی نوشتن این جملات بعد از کلمات آکادمیک استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی اینجا مثلا بعد بگم مورد توجه بیشتر بوده، نگم بسی مورد توجه بوده. کلمات ادبی اینه که خیلی بزرگ نمایی کنم. این نوع کلمات در نوشتهای علمی خیلی جایگاه ندارم. تو مرحله بعدی من سعی میکنم یه جنبه مهم مشکل رو که برای من اهمیت بیشتری داره برجستش کنم. مثال‌هاشو ببینید. اولی میگه که این بیماری مهمترین معضل سلامتی جهانه. البته این جمله یه مقدار اغراق‌آمیزه. این جمله بهتره. میگیم بیماری یکی از عوامل اصلی مرگ در نیمه اول 2020. ما روی اون جنبه این که عامل اصلی مرگ تاکید بیشتری میکنیم. یا اینکه تو جمله بعدی ببینید میگم که این مشکل دیگه از نظر فقط سلامتی مهم نیستش، از نظر اقتصادی اجتماعی هم اهمیت داره. یا اینکه میگم مشکل در حال گسترشه، یعنی این وضعیت که الان میبینین تازه اولشه، بعدا ممکنه خیلی بدتر بشه. و اینکه در نوجوانان ممکنه پیامدهای دراز مدت داشته باشیم، یعنی مشکل مال یه ماه و دو ماه و حتی یکی دو سال نیستش، ممکنه 40 50 60 سال یه نفر باهاش درگیر باشه. پس یه جنبه مهم مشکل اهمیت پیدا میکنه. حالا کل این مطلب رو من اومدم توی پاراگراف جا دادم. اگه دقت کنین بیماری رو گفتم، اهمیتش رو، تبعاتش رو، بحث زمان رو، اینکه چرا رفتم دنبال گروه‌های سنی مشخص، چرا رفتم دنبال نوجوانان، منطقش چی بوده، دوباره منطقش چی بوده و اینکه در نهایت به چه دردی میخوره. یعنی من توی پاراگراف همه این مطالب رو سعی کردم بگنجونم. خب یه سری نکات در مورد نوشتن مقاله هستش که باید دقت کنیم. اولین نکته اینه که ما مقاله رو که نوشتیم حتما باید ویرایش ادبی بشه، یعنی جملات روون مناسبی استفاده کنیم. حجم اولیه نوشته 30% از نسخه نهایی باید بیشتر باشه. یا اینطوری بگم ما حدود 30% بیشتر می نویسیم تا اینکه بعداً اگه یه قسمت‌هایی رو حذف کردیم مشکلی پیش نیاد. اگه کمتر از این باشم بعداً دچار وسواس میشیم که این جمله رو حذف کنیم یا نکنیم، اینم مشکل سازه. عدد 30% نسبت به نسخه نهایی عدد مناسبیه. حالا در این قسمت اول دیدین که حجم تبیین مشکل توی مقدمه مقاله حدود یه پاراگراف باشه. دو پاراگراف هم میشه ولی دیگه بیشتر از اون کاملا خسته کننده میشه و حتی ممکنه داورم خیلی قبول نکنه این حد از تبیین مشکل رو. طول جملات میگم بین 15 تا 18 کلمه خوبه. معمولا جملات کوتاه‌تر آکادمیک ممکنه خیلی برداشت ازش نداشته باشیم. طولانی هم خیلی خسته کننده باشه. و نکته بعدی اینه که من حتما بعد تو این قسمت مرجع رو بگم. یعنی تا اینجایی که رسیدم احتمالاً لازمه 5 6 تا مرجع رو گفته باشم. خب برگردیم به ساختار کلی مقاله. تو قسمت بعد کارهای قبلی رو بعد بگم. یعنی بعد این دوتا قسمت رو توضیح بدم. در مورد بیان خلاصه کارهای قبلی. ببینید وقتی کارهای قبلی رو میگم حتما بعد یه میزانی از خلاصه کردن تو کار من باشه. مثالا رو ببینید. میگم مطالعات رو بررسی کردم، دیدم میزانهایی که وجود داره خیلی متفاوتن. یعنی دو تا ریفرنس بوده، دیدم عدداش با هم فرق دارن. به این صورت آوردم. این معنیش اینه که من این دو تا مرجع رو دیدم و به این صورت استنباط کردم. یا این جمله رو ببینید، میگه که مقالات دیگه که من گشتم دیدم شیوع خیلی قابل ملاحظه استش. ریفرنس 8 9 10 11 12. به طرز نوشتن ریفرنس هم اینجا دقت کنید. این معنیش اینه که من این